به نام خدا امروز تلاش داریم تا در ارتباط با محلات قدیمی مشهد به خصوصی که از محلاتی که جزو شش محله بزرگ مشهد بوده براتون صحبت کنیم این محله اسمش ایدگاهه محله ایدگاه در جنوب شرقی حرم و قرار داره از محلاتی هست که تا همین اواخر یعنی مثلا دهه 80 که من خودم به صورت میدانی اونجا حضور پیدا کردم وجود داشت یعنی منظور که من میرفتم چه خیابون ها و چه بفرمایین که بسیاری از اماکنش پاورجا بود اولین جراحی که در این منطقه شد بازار رضا بود سال 54 به وجود اومد بازار رضا حرم متحر خیابون نواب صفوی و در انتها خیابون هفته شهرور نکته جالی بود که این محله رو حفظ کرده بود یعنی بافت قدیمی تا اواخر دهه هشتاد بود و با توسعه بقول معروف گسترش اماکن اطراف حرم محله تخریب شد خب این محله جز محله بود که مثلا گذشت از محله سراب خدمت از کنم که یا سناباد چهارباغ، بفرمایید که یا سرشور که اینا دو تا محله بزرگ محسوب میشدن نوغان این این محله بود بفرمایید از محلات دیگه که میتونیم نام ببریم بالا خیابان پایین خیابان و محله ایدگاه بود پس این که از محلات مهم مشهد بوده که بسیار جز شش محله بوده که تا اواخر قاجاریه و حتی گفتم تا اوایل دهی اشتاد بافت خودش رو حفظ کرده بود خب این محله در ارتباط با من یک مقاله هم نوشتم به نام محله ایدگاه خب میدونین که اولین جرقه های گسترش مشهد با شهادت حضرت رضا بوده که باعث در هزار در قمری خب و این حرم گسترش پیدا کرده معمولا اعتقادات باورهایی که بوده خب چون معمول اکثر زوار از جنوب یعنی از پایین پای حضرت زیارت می اومدن. این محله و محله پایین خیابون به لازم معنوی یه ارزش داشته که خیلی ها برای زیارت از این منطقه به قول مرف آزم حرم متحرم شدن به همین مناسبت در این محله مساجد و حسینی ها و تکایای بسیاری یعنی شاید بگم ده ها تکیه حسینیه و مسجد در همین محله من رفتم بررسی کردم دیدم و تو کچه های مختلف بوده از نکات دیگه که میتونم در ارتباط با این محله بگم خدمت دست کنم که خیلی قدیمی بودن محله یعنی میخوام بگم من حتی در منابع اخیر که من نگاه کردم کوچه کربلا خدمت ارز کنم که که هنوزم حتی نامش هست در کوچه کربلا که مثلا مدرسه حاجی ابدزاده قرار داره در حافظ ابرو هم ازش نام برده شده خب در این همین محله قرار داره از موارد دیگه که میتونم در ارتباط با این محله براتون خدمت ارز کنم دروازه محله ایدگاه خیلی مهم بوده جزو شش دروازه مهم بوده که سبب منطقه جنوب محله که میدون هفته شهری بر فعلی باشه اونجا قرار داشته یعنی مثلا یک دروازهش اونجا بوده و حتی برج و باروش اونجا قرار داشته از اماکن برجسته این محله میتونیم از آبنبارها، حمامها، مساجد، تکیه و مدارس قدیمی این محله نام ببریم. محله ایدگارو رو تو کتابچه نفوس ارزغده است آوردن که 8 تا آبنبار، دو تا مدرسه، 16 تا مسجد، 17 تکیه، 9 تا کاروانسرا، و تیمچه هفت تا حمام 28 تا کارخانه شعر بافی و 14 باغ داشته که خب این نشون از نشون از گسترش و بزرگی این محله میده خب محله های کوچیکی هم در داخل و به دل این محله وجود داشته مثل محله سرهوزان که خب جزی از این محله ایدگاه محسوب میشده و در برخی از منابع به طور مستقل نام برده شده از محله های دیگه که در این محله وجود داشته و جز محله ایدگاه مسئول میشه محله جدید ها یا یهودی بودن که این منطقه بودن خب یهودی ها رو اولین بار نادرشاه ظاهرا برای گسترش تجارت و بهره بردن از بقول فنون و صنعت این قوم اینجا آورده حدود صد خانوار چیزی که من حدود صد خانوار این منطقه آورده و محله جدید ها رو درست کردن نکته جالب در ارتباط با یهودیا علاقه و به قول من موفقیت اینا در امر تجارت بوده یعنی خیلی افرادی بودن که اهل تجارت پیشه بودن به قول من خرید فروش میکردن و جالبه که تا اون دهی هشت که من رفتم و کار مثلا میدانی کردم برای خودشون کاملا کاروانسرهای جدا داشتن که مثلا خرید فروش میکردم پوست به فرمان که روده امسالام قصابی جدا داشتن حتی دو تا هموم داشتن حمام جدیدها که تا همین اواخر بود و تغییرنام پیدا کرده بود به نام اسلام و باز یک باز یک حمام قدیمی داشتن که حمام کهنه جهود ها معروف بود خب این در ارتباط با محله یهودی ها که تمام جای جای این محله نشون از وجود این قوم بود حتی قبرستان جدا داشتن که جدایی از قبرستان مسلمان ها که حدود فلکی آب انگار قبرستان عیدگاه بوده با یک فاصله قبرستان یهودا یا جهودا اونجا بود که بعدها در دو تا اتفاق که پیش میاد یعنی یکی دوره محمدشاه قاجار اگه اجازه بفرمایید که من یک نگاه کنم باز به چیز دوره محمدشاه قاجار که یک اتفاق میفته و منجر به اون استکاک بین مسلمان ها و یهودی ها پیش میاد که یک تعداد شاید از یهودی ها کشته میشن اسناد زیادی ما در آستان داریم که اشاره به این قضیه میکنه که در همون دوره بسیاری از یهودی ها مسلمان میشن و ما اسناد زیادی از کمک کمک گرفتن این قوم از آستان داریم که یعنی مثلا کمک به یک جدید الاسلام و بسیاری از اسناد بیانگوی این قضیه هست که اینا به ظاهر اسلام پذیرفتن ولی ظاهر ولی واقعیت همیه که خیلی هاشون نخیر شاید هم باز به همون دین خودشون باقی موندن این قضیه ادامه داره تا دهه سی اینا هم فکر میکنم باز بار دیگه اتفاق پیش میفته پیش میاد که مجددا استکاک پیش میاد و منجر به میشه که دوباره گده یهودی ها باز استکاک با مسلمان ها دارن و اینا مجبور میشن به هر حال مهاجرت کنن از این قسم از ایدگاه بخششون که متمول و ثروتمند بودن میرن سمت محلی ارک و اونجا ساکن میشن و خیلی از بناهایی که اونجا هست حتی های شهرداری که امروز هست مال یهودیای اون منطقه بودن که اونجا بسیار فعالیت میکنن کار باز تجاری خودشون و بخش دیگه اون حدود دهه چل و او خ... اوایل دهه 50 اصلا مهاجرت میکنن میرن سمت اسرائیل و یا کشورهای دیگه این هم بیگه... گفتم که مختص به خودشون حتی یک سرایی هست به نام عزیز و که ه... الان هم هنوز هم هست و ظاهرا در صدت بازسازی هستن بازسازی هستن این سرای هم باز متعلق به تاجر یهودی یهودی روسی الاصل بوده به نام عزیز اللهوف که این عنوان در سقف چون باز من کار میدانی کردم سقف خود همون سرا قید شده که حاج غلام حسین سالم مشهدی در سال 1347 هجری قمری ظاهرا این بنا رو ساخته خب دو طبقه از نظر معماریش بیشتر آجر و ملات و گچه و خب به سبک و سیاق خیلی زیبایی ساخته شده خب از نکات جالب دیگه محله وجود خود بازارچه ایدگاه بازارچه ایدگاه که یک طرف یک سرش به ریفته شهری برد میخوره و دروازه ایدگاه ولی از سمت دیگه بازارچه ای ای ادامه داشته و بعدها خیابون تهران و امام رضا فعلی که این بازار قطع میکرده اگر نه که خود بازارچه ایدگاه تداوم داشته به خدمت دست کنم که بازارچه سرشور و بازارچه سرشور این باز ادامهش می اومده به بازار زنجیر بازار زنجیر که خب بهتر میدونیم که مستقیما به صحن عتیق کنه یا صحن انقلاب امروزی وصل بوده نکته جالب در ارتباط با بازار زنجیر این که بسیاری از حیات و گروه های چیز گروه های سینه زنی که این مسیر رو طی کردن از بازار در اون بازارچه زنجیر در اینکه کدومی که اول وارد حرم بشن برخی مشکلاتی با حیات مذهبی دیگه داشتن و خیابون تهران از اون مواردی که باعث جراحی قضیه میشه و اگر دقت کنیم در نقشه های امروزی تداوم بازارچه ایدگاه به بازارچه سرشور منتهی میشه خب به لحاظ اجتماعی هم این محله خب به نسبت محله سناباد یا به فرمانی که سرشور خب کم برخوردارتر بودن یعنی منظور که ضعیفتر بودن به لحاظ خدمت تمول مالی شغل هم شغل های مختلفی که باز بد نیست که به جهتی که یک موقع از ذهن بمونه از روی بر... چیز بخونم خود مقاله از مشاقل قدیمی محله ایدگاه که مردم در این مشاقل معمولا فعال بودند به اساری، اتاری، علافی، علاقبندی، قالیبافی، قصابی، کفاشی، کلادوزی، کورپزی، گشپزی، گلداری، گمرکچی، لوتیگری، محرری که احتمالا نویسندگی باید بوده باشه مسکری، مغنیگری، نجاری، نمدمالی، پیشوری، پوستیندوزی، حکاکی، تاجری، خورد فروشی، خبازی، خیاطی، دباغی، حمامی، روزخانی، زرگری، زرکشی سراجی، سقایی، شالبافی، شعربافی و صرافی و شمشیرسازی که این مشاقلی که در این محله وجود داره و جالب اینکه بسیار از تکایا و مساجد این محله هم برگرفته شده از همین مشاقل سنوفه یعنی مثلا ما چیزی داریم بقول حسینی داریم به نام شمشیر شمشیرگرا یا بفرمایید که قنادار ما اونجا داریم حسینی قنادار من رفتم اونجا خودم دیدم وجود داره تو چیز بعد احتمالا مساجد و تکیه های مانند شمشیرگرها زرکش ها قفتگرها. که هنوزم هم که گفتم تا این اواخر که من رفته بودم کار میدانی کردم بودش نشون دهنده ایه که بسیاری از مشاغل پس همچین مساجد و تکایه خاص خودشون رو دارن از نکته های دیگه جالب محله ایدگاه میشه بگین مصب بسیار از سیل های مشهد اینجا بوده مثلا چندین بار سیل آمده که مهمترینش 1129 بوده 1129 شمسی اینو هشتم خرداد ماه 1129 ظاهرا بارندگی شدیدی میشه سیل خیلی شدیده به قول مرف راه میفته که میاد و این منطقه رو در بر میگیره جالبه که قاسم رضا دکتر قاسم رضا ملک و شعرهای آستان در این ارتباط میگه که بلای خانه برانداز سیل وحشت خیز چه خانه ها که زبنیات کند،, کند و کرد خراب سپاه سیل خروشان چه لشکر چنگیز چه کلبه ها که به غارت ربود با اسباب خدمت از کنم که در این سیل وجود که آمار مطبوعات روز اون زمان آوردن 700 تا خانوار بی خانمان میشن 400 تا منزل ویران میشه کارخانه سابون, پزا, گودال نمازگاه کوره های آجرپزی و بسیاری از کوچه ها و معابر خیابون رو آب فرا میگیره در ارتباط با بازار محله هم گفتم که خود کوچه عباس قولی خان رونق داشته هیته جهودا بازارچه ایدگاه و سراهای مختلفی مانند عزیز از مراکز که واقعا از مراکز مهم تجاری مشهدن گذشته از این محله یعنی منظور مرکز مهم تجاری مشهد بودن که کوچه عباس قولی خان هنوزم که هنوزه او رونق خود چه از دست نداره و بسیاری از گروه های مهاجر مثل افغانستانی ها و خدمت پاکستانی ها و اینو من دیدم که اونجا فعالا خیلی از مردم وسایل لوکس خارجی خودشون که میخوان بخرن معمولا به این بازار رجوع میکنن برای خریدن خدمت است هر... که این کلیت قضیه که خدمتتون عرض کردم حالا یک نقشه من تهیه کردم که بعد خب برای بررسی بیشتر و دقتش به خود مقاله مراجعه کنید که توی دفتر دوم اسناد چاپ شده